گان شبکه تلویزیونی ملی افغان ها در خارج از کشور. پدیل او مې چې په ګران افغانستان کې سراسري سوله رامنځته شي او پدې هیله چې دغه ناوړې جګړه چې زموږ په هېواد کې روانه ده آریانا افغانستان یګانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور نن د 14 شمسي کال د جوزا د میاشتې اومه د 2023 کال یعنی د میلادي 23 کال د می د میاشتې 23 نیټه ده. زه حبیب هوتکی د آریانا افغانستان د نړیوالې شبکې د سان فرانسکو د ښار نه ستاسې په خدمت کې یم. اول باید معذرت وغواړم، بخښنه وغواړم چې د تخنیکي معذور له کبله چې زموږ د قدرت او توان څخه وتلې خبره ده، خبرونه نیم ساعت وروسته شروع شوله. د هغو دوستانو څخه مننه، تشکر میکنم که در جریان کې نیم ساعت برنامه ټال خورد، زنګ زدن خبر گرفتن که علت یې به تابق انداختن پروګرام چی بوده، تنها یک مزله تخنیکی بود، انشالله حل شد و اینک در خدمت شما هستم. سلام ها و تمنیات نیک خود را به همه بزرگا، فدرا، مادرا، برادرا و خواهرا و تمام هموطنان عزیز افغانستان چه در داخل و چه در خارج تقدیم دارم. تاسو پوهیږئ چې دا یو د خلکو ږغ یا د صدای مردم یا وایس اف پیپل یو سیاسي خبري او اطلاعاتي خبرونه ده چې هره جمعه د 1 ساعت لپاره د 12 نه تر 12 بجو پورې او ځینې وختونه چې بیا دوستان علاقه نیسي موضوعات ګرم کیږي توجیږي نیم ساعت هم دوستان سپانسروي کور مو ودان. موږ زیاتره په دې خپرونه کې زه خپله شخصا ډېر لنډ مطالب راټولومه، عنوانونه یې تاسو ته وایمه، بیا زیاتره کوشش کومه چې ستاسې اواز، ستاسې ږغ، د خلکو ږغ واورو، ستاسې تبصرې، ستاسې نظرونه د افغانستان په هکله، د روانو تودو مسایلو په هکله چې په هېواد کې روان دي، یو د بل سره شریکو د دوستۍ په فضا کې، د ملګرتوب په فضا کې، د افغانیت په فضا کې، د متقابل احترام په فضا کې سره شریکو. خو هر څوک د افغانستان په هکله علیحده نظر او علیحده فکر لري، خو ځینې ملي اشخاص، ملي افراد د دوی نظرونه، تبصرې د افغانستان ملي منافع په نظر کې نیسي، د افغانستان ملي ګټې په نظر کې نیسي. ولې هغه کسان چې په قدرت کې دي، سیاسي واک لري، نظامي واک لري، یا په کوم تنظیم او حزب پورې مربوط دي یا تړلي دي، دوی د خپلو ګټو، د خپلو منافعو په اساس سره هم جنګ تشریح کوي، هم سوله تشریح کوي، هم د سولې په هکله تعریف لري، هم د جنګ په هکله. هغه کسان چې ګټې په جنګ کې دي، دوی غواړي جنګ ته ادامه پیدا کړي، او دوستان کسان چې د دوی ژوند په سوله کې دي، هغه ډېر کوښښ کوي چې د سولې لپاره تبلیغ وکړي، سوله راسي، افغانستان ارام سي. زما په نظر په افغانستان کې زه نن وینم زیاتره په مطبوعاتو کې د افغانستان یا حتی په نړۍ کې دغه د دولت د عالي شورا په هکله تبصرې دي، مثبت او منفي موقفونه دي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په 2013 کال کې د افغانستان انتخابات، د جمهور ریاست انتخابات پای ته ورسېدله، ډاکټر اشرف غني د انتخاباتو د مستقل کمیسیون لخوا څخه د جمهور ریاست په توګه انتخاب سو، اعلان سو. په مقابل کې چې د هغه رقیب، هغه قوي ټیم چې و، هغه د عبدالله ټیم و، د انتخاباتو نه منله او دا یې جعلي وبلله او ادعا وکړله چې په دې انتخاباتو کې لاس وهل سوی دی.
دا یو قانوني حق دي ځکه د انتخاباتو رونکي او مخالف طرف حق لري چې انتخابات ومني یا ونه مني خو بیا هلته نور کمیسیونونه دي فرضاً د شکایاتو د مستقل کمیسیون چې بیا دغه شکایتونه د کاندیدانو اوري خو منظور مې دا دی چې وروسته له هغه د امریکا په مداخله چې په هغه وخت کې د امریکا جمهور د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بود هغه کابل ته رالی د دغه دوو ټیمونو ترمنځ لا باش قیام صاحب برنامه شروع شلنګ شما احمد اینجا منه پم کی شما دیگه چیز گفتنی در اینجا با باش کی کنم قیام صاحب بله قیام صاحب صدا نداره؟ نه میشه صوت شده صدا نداره حرکت هم نمی کنم بخرم انترنت کنم مشکل داره نه پامم باش کی اگر دیگه دوستا خدا لفت کسی دیگه شکایت نکده بارتر چیپ تشکل قیام صاحب مطلب اینجا سعیسته در سوریو سعیسته ببینیم که دیگه دوستا چی میگه زنده باشید ممکن شما بشکل داشته باشیم خب تشکر کنم سر پار ترتیب صدا بسیار خوب است دوستا میگه داگه یو سیاسی جولوالی رالی د اشرف غنی و د عبدالله د تیمونو په منځ کې چې اشرف غنی به د جمهور رئیس وي او هلته به یو د سولې شورا جوړیږي چې په راس کې به عبدالله عبدالله وي او د دې په څنګ هم دا فیصله وشوه چې باید د دولت علي شورا هم جوړه سي تقریبا دا د یو کال دوه کاله وسوله دغه د دولت علي شورا جوړه نه شوله دغه یو میاشت یا شل ورځې کېږي چې په دې هکله بحثونه روان دي اشرف غني کوښښ کوي چې د سولې د دولت د علي شورا په نامه د سولې د شورا تر څنګ بله شورا جوړه کړي دغه مهدې یا تړونه مخې چې دغه هم تشویشونه راپارولي دي ځینې کسان دغه د افغانستان د اوسني حالت په ګټه بولي او ځینې په ضرر بولي خصوصا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کوښښ کوي چې په دې شورا غړي لږ وي ځکه د په دې شورا کې چې زه وینم د یوه تنظیم لخوا څخه شپږ اووه کسه دي او دا نور کسان ډېر لږ دي نو دوی کوښښ کوي چې وایي د هر بخش او د هر تنظیم او د هر قوم څخه باید یو نفر یا دوه نفر هغه د قومونو د تعداد په اندازه سره کسان داخل سي ولی عمده خبره دا ده چې آیا دا د دولت علي شورا به دا به یو اجرایوي شورا وي یا به مشورتي شورا وي آیا دا د سولې خبرې به هم دغه شورا منځته بوځي ځکه هلته ویل کېږي چې دغه اخري تصمیم د جنګ او سولې په هکله به دغه د دولت علي شورا بولي تصمیم نیسي د دې شورا تقریبا نهویشت غړي لري چې د فراز کې ډاکټر اشرف غني دوه معاونان یې حامد کرزی هغه درې د حزب وحدت مشران لکه محقق و خلیلی و دا بل دانش همدا ډول څلور مېرمنې دي چې هغه تاسې پېژنئ خو دا ځینې کسان دي دغه څېرې دي چې د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د څلوېښتو کالو په جنګو کې دوی همیشه پر قدرت باندې وه دوی رئیسان وه دوی وزیران وه دوی معاونان وه دوی سفیران وه د دې په وجود کې به زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې آرامي راسي یا پرمختګ راسي یا یو داسې یو دولت رامنځته شي چې هغه د خلکو د ګټو تعمیل وکړي پاتې چې د دې شورا راتګ زه چندانې په ګټه نه بولم ولې دا چونکې په هغه سیاسي پرېکړه کې فیصله سوې ده خو دا به جوړه سي داسې ویل کېږي چې دا شورا به سبا خپل کار شروع کړي دا چې څه به کوي خو د یو خوا څخه حکومت وي کابینه ده بل بیا د سولې شورا ده بل بیا دا د دولت علي شورا ده دا فکر کوم دا به په کارونو کې ډېر ځنډ راولي ډېر اختلافات به راولي داسې مشکلات به راولي دا خبر و چې ما مخکې وویله بله خبره دغه ده دغه د افغانستان څخه د امریکایي قواو وتل دي داسې اوازې دي نن نیویارک ټایمز یو مقاله نشر کړې چې ممکن د امریکا څخه د افغانستان څخه د امریکا قواوې د جولای د څلورم پورې چې د امریکا د ازادۍ ورځ د ټولې قواوې وباسي او بیا دغه د پایګاو مسله ده چې غواړي د افغانستان په دوو شمالي او جنوبي خواو کې امریکایان خپلې نظامي پایګاوې جوړې کړي د دغه پایګاو جوړول بیرته د هغه جنګ ادامه ده که چیرې امریکا وځي نو بیخي ولاړې سي بیخي یې په مخه شه او که نه وځي نو پاتې چې سي در اخر چې جګړه وکړي دغه پایګاوې نور هم د افغانستان په ضرر دي دا بیرته د هغه د جنګ ادامه ده دا به جنګ ته ادامه ورکړي طالبان به دا قبول نه کړي هم د پاکستان طالبان هم د افغانستان طالبان دا
خو امریکا چې په اړه ډول سره کې امریکا کوشش کوي چې دا د پیغام لار څخه هم د افغانستان وضع تحلیل کړي دغه کې د نظر لاندې ونیسي کنټرول لاندې ونیسي هم د همسایه هیوادونو لکه ایران او چین او هندوستان د هیوادونو هم د امریکا سیاسي او نظامي اقتصادي رقیبان دي نو امریکا داسې یو شیم په نظر کې لري او حتی داسې اوازې دي چې دا اوازې د خلکو پورې بد تاثیر کوي هم د عسکرو په درویه چې د کابل احتمالي سقوط دی یعنی امکان لري طالبان کابل ونیسي سقوط وکړي کابل دا خپل د افغانستان مطبوعات تبلیغ کوي امریکایان دا تبلیغ کوي نو په دې اساس سره دی وایي چې موږ شپږ سوه هغه بحري عسکر په کابل سفارت کې پرېږدو که چیرې طالبان کابل ته رسیږي او دوی د امریکا پر سفارت باندې حمله کوي موږ د خپل سفارت د ساتلو په خاطر ځکه امریکایانو ته خپل سفارت او خپل امریکایان ډېر مهم دي دوی نور د افغانانو په کیسه کې نه دي دغه شپږ سوه نفر چې دوی په کابل کې ساتي هغه په سفارت کې که چیرې دا خپل زه نه وایم دا د امریکا د افغانستان مطبوعات خپل د امریکا مطبوعات دا خبرې کوي چې احتمال سقوط احتمالي کابل تاسو نن د صلاح الدین رباني خبرې واورېدلې چې دا ویل چې که چیرې کابل به سقوط ته نږدې کېږي موږ به مقابله وکړو درېیم مقاومت به شروع کړو محقق عینې خبره وکړله چې موږ هم د سولې کارونه کوو هم د جګړې کارونه کوو یعنی دغسې یو تشویش په افغانستان کې شته هم د سیاسیونو په منځ کې هم د خلکو په منځ کې چې د کابل حکومت به سقوط ته نږدې دی یو مثال هم هغه د بنینسوان مرکه که تاسې اورېدلې وي بنینسوان دا دوه درې ورځې کې د په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې د ده مرکه او مصاحبه خبرېږي نشرېږي حتی په ده باندې تبصرې نویشته کېږي بنینسوان هغه څوک دی چې دی د ملګرو ملتونو لخوا څخه په افغانستان او پاکستان کې استازی و دی عینې لکه اوس چې خلیلزاد د افغانستان چارې مخې ته بیایي هغه وخت د بنینسوان بللې مخ ته بیولې د څو واده هند ته پاکستان ته عربستان ته قطر ته څو ځای ته سفرونه وکړل د ډاکټر نجیب سره یې وکتله ده په خپله مرکه کې د پوښتنه کېږي چې آیا د افغانستان اوسنۍ وضع او هغه وضع چې د ډاکټر نجیب په وخت کې وه څه شباهت لري ده بالکل ویلي دی چې عینې وضع ده عینې امکانات شته ډاکټر نجیب څخه خارجي کومکونه بند شوله د افغانستان د اشرف غني څخه هم دا کومکونه بندېږي اشرف غني ډاکټر نجیب د خپل ملګرو لخوا څخه د شاه د خوا څخه په خنجر ووهل سو د ډاکټر نجیب اکثره ملګري د حزب جمعیت اسلامي سره یو ځای سوله هغه د جبل سراج ننګینه ماده یې لاسلیک کړله او دا کار وسو ډاکټر اشرف غني سره عیني مشکل دی د سره ملي سپورټ نشته خلک نشته که چیرې دا کومکونه بندېږي نو عیني وضع کله چې د ډاکټر نجیب په وخت کې تکرار شوله په افغانستان کې به دا وضع تکرارېږي او افغانستان به سقوط کوي په ډېر نږدې وخت کې همدغه علت دی چې دغه ځینې سیاسیون ډېر وخطا دي په ډېرو غونډو په ډېرو مجلسو کې دی دغه مسایل یادوي مسایل ډېر دي خو دلته دوستان زنګ وهي زه به یو دوه درې شیان هم ووایم نور هم حتی داسې ویل کېږي چې د ترکیې عسکر برازی د کابل د هوایی میدان یا ایرپورټ امنیت په دی نیسی ځکه که چیرې په کابل کې وضع خرابېږي په افغانستان کې وضع خرابېږي نو میدان هوایی باید په هر ترتیب چې وساتل سي که چیرې ځینې خلک د افغانستان څخه وځي د میدان لار خلاصه وي او که چیرې د افغانستان څخه نور خلک راداخلېږي مقصد دغه د هوایی کابل د هوایی میدان دپاره د ترکیه څخه هیله سوې ده چې باید خپلې قواوې راوړي ولې ترکیه زه فکر نه کوم چې دا کار وکړي په داسې یو جنګ کې چې هغه په افغانستان کې څلوېښت کاله ادامه پیدا کړله هلته هېچا جنګ یو نه وي هلته بې فایدې جنګ دی بې ګټې جنګ دی نیابتي جنګ دی د بهرنیو هیوادونو لخوا باندې ټپل شوي جنګ دی نو ترکیه به دا جنګ ته راداخله سي دا هم یو له خبرې څخه لرې خبره ده او د ټولو مهمه خبره دا ده چې عطا محمد نور یو خبره وکړه چې تاسو په ریچ په دې وروستیو وختو کې په افغانستان کې څو بیرغونه پورته شوی دي خصوصا د شمال په خوا کې یو د ترکستان په نامه سره چې د ترکستان په نامه سره یو کشور میخا یو کشور ترکستان از طرف دوستم یو کشور دیگه هم په نام خراسان په سر احمد شاه مسعود په نام احمد مسعود د پنشیر بلند کړه و یک هم یعنی امروز عطا محمد نور اعلان کرد که اینا هیچ وقت نه زیر بیره کې خراسان کې د رهبریش احمد مسعود قرار داره و نه اگر در افغانستان در کابل حالات خراب میشه جنگ شروع میشه اینا تحت بیرک جمعیت در مقابل طالبان جنگ میکنه دیگه به حساب در شمال هم چند پارچه و چند توته است اینا با هم متحد نیستن اگر در افغانستان وضع خراب میشه نمیفهم چی با واقعی با مرد در بل خبر نو خبری دیری جوالا در موضوعات هم دیر در دوستان زنگونه وی زب در
دوستان سره راولم په نوبت سره یو دوه تری شان میم لیکلی و چې یو شی چې په اخر کې وایم هغه دا دی چې نیویارک ټایمز نن لیکلی دی چې د مې د میاشتې د اولې څخه بیا تر ننه پورې تقریبا شپږویشت پوستې عسکري او د پولیس پوستې په کابل کې په لغمان کې په غزنی کې او په غزنی کې او نور ځایو کې سقوط کړی دی د طالبان لخوا څخه طالبان دای نیولی دي نو وضع ډېر خرابه ده نظامي وضع او سیاسي وضع په داخل کې د حکومت جنګونه دي نور نظامي جنګونه دي طالبان حملې دي پر حکومت باندې حکومت د دې توان نه لري ایله چې همدغه دی چې په حکومت کې څو ژبې دي څو خبرې دي دغه اوس موږ دغه دولت پر شورا باندې نه سره جوړېږو حکمتیار یو څه وایي صلاح الدین رباني بل څه وایي کرزی بل څه وایي نو په داسې هېواد کې چې لکه افغانستان وضع یې ډېره ناارامه ده خرابه ده هېڅ څوک تصور نه شي کولی چې آینده به څه شي کېږي په افغانستان کې به سوله راځي جنګ به ادامه پیدا کوي کورني جنګونه به شروع شي زه فکر نه کوم دا هېڅوک پیشبیني وکړي دا به ډېره سخته وي نو داسې مسایل دي خدای دې خیر پیش کړي بله زه دوستاره مینم دلین منتها دود دې کا اضافه ګپ نه زنین چې دوستا همګي دلین است مهرباني سلام علیکم جناب هوتکی صاحب سلام برسد و علیکم نوری صاحب محترم شما جناب کردین با گفتنم چیز نماند ما اگر تصرگات یک دو دقیقه وقت دو دقیقه بله مهربانی کنید صاحب رهبری گروه طالبان برای شرکت در نشست استانبول شرطهایی را تعیین کرده گفته می شود یکی از شرطها از پیشترین اطلاعات توسط که روز بودن زمان گفتگو در استانبول است. بله. شرط دیگر طالبان این است که نشست استانبول نباید سکوه برای تصمیم گیری کلان نشست استانبول باید آجندای مشخص نداشته باشد که امید به شرط گروه طالبان این است که حضور طالبان در این نشست در سطح خیلی پایین خواهد بود این در حال است که پیشتر گروه طالبان اعلام کرده بود تا زمانی که نیروهای آمریکا و ناتو به گونه کامل از افغانستان خارج نشوند در نشست مرتبط با روند صلح شرکت نمی کنم من از مردم افغانستان حکومت و طالبان و تمام افغان ها تقاضا دارم تبعید و تعذیب و دشمن و عداوت و کینه توزی را کنار بگذارند و طالبان دست از خشونت قتل و کشتار دست بکشند و دولت و طالبان در پروسه صلح توافق نمایند آتش بس دائمی صورت گیرد اگر چنین دولتی باشد مردم در کنار همچون دولتی انگیزه خواهند داشت علیه سرنوشت و خشونت میرزمند و الا شاهد و ایگانی ها خواهیم بود که تا هنوز در کتاب جنایات در افغانستان ثبت نشده حالا شما بگوید هموطنان راه نجات چیست با عرض احترام که به ما وقت دارید تشکر نوری صاحب واکن شرایط بسیار سخت است هیچ کس پیش بینی کرده نمیتونه به گفتار شما ما هم همیره شنیدم که طالبا گفته که به سه شرط در مذاکرات ترکیه اشتراک میکنه اول ای که زمان مذاکرات باید سه روز باشه یعنی قبلا داروسته بود و دوام ای که باید یک هیئت بسیار به سطح پایین اشتراک کنه هم از طرف طالبا و هم از طرف حکومت که هر کس روان میکنه و سومیش ایست که باید مسائل بسیار عمده اونجا مطرح نشوه این می شرط طالب است چی بله سلام علیکم میرم یو کسب از افغانستان سلام علیکم سید بله سلام علیکم خبری و که یاد افغانستان څخه تاسو زنګ دی خبری نه کین خو تاسو وایم دا برادر ما از افغانستان زنګ زده بود دغه طالبان و عمده شرطونه دي ولی زه فکر نه کوم چې په دغه شکل دی افغانستان کې آرامی راسي سول راسي د سول خبر دي کامیاب سي ورځ پر ورځ وضع خرابیږي حکومت هم ډېر د پاشل کې دو په حالت کې روان دي بل سلام علیکم مهرباني وکړئ ټلیفون بس چې غب شو ده زنګ مې خو بار ترچې لوی مشکل چې زه وینم موږ په حکومت کې دی موږ په دولت کې دی زموږ په دولت کې یو لاس یو ژبه یو خوله نه ده اتحاد نسته اتفاق نسته هر تنظیم هر رهبر هر شخص د خپل ګټو په خاطر سره د خپل قوم په خاطر د خپل ژبې په خاطر ګرچې فایده یې قوم ژبې ته نه رسیږي د خپلو منافعو په خاطر سره دې کوشش کوي چې د افغانستان اوسني مسایل مخ ته بوزي موږ ګورو چې دغه د دولت شورا چې تقریبا یو شل غړي لري دغه موږ نه سره جوړېږي تقریبا یو میاشت کېږي چې په دغه باندې جنګ زیاتک دی په خپله په جمعیت اسلامي کې تاسو ګورئ چې څو ډلې پیدا شوي دي یو د صلاح الدین رباني ډله ده
چې هغه اعتماد نور ته بدوي ابل اعتماد نور دي چې هغه ته بدوي داسې مسایل په افغانستان کې روان دي تر څو چې یو ژبه یو اواز نسو فکر کوم چې طالبان به د دې څخه میدان یوسي د تارو مارکې بلې سلام علیکم مهرباني وکړئ صاحب وته کې صاحب اوس سلام عرب دارم وعلیکم السلام کیم صاحب مهرباني کوئ صاحب مهرباني څنګه دا به دې کومه سیرا خغه مهرباني سیرې کبیګین صاحب سپورت میکنم برای دی کم بیخی گپه که یک نفر خبر نشه باز قضاوت کنید بسیار کارم ماشه مهربانی که سیده کسی هم بیختیاری شماست قضاوت باز برای خودت برای بینلای محترم و برای کسایی که طرفدار آمدن طالب باز برای زمین میمانم مهربانی در مدت که ما و شما همیشه تبصره داریم که یا طالب باش یا هشت افغانی خدا شاید که این هفته پیشتر از خود ریاست جمهوری دفتر ریاست که در طول دوره 5 سال ریاست جمهوری غنی 10,855 پروژه زراعتی و برابردایی شروع کرده و در طول 5 سال آینده خودی 4,508 دیگر که در 34 مملکت در 34 ولایت افغانستان زیر کار سی به برابرداری شروع خواهد شد و یکی از یادی رو ما شما به سر چشم زیریم که هر پروژه زی به تنو سالمی بند کمال خانه که تکمیل کرد به هزارها نفر به کار انداخته چقدر در اون مملکت زراعتی یک تاثیر میکنن آلمیال میدان هوایی لوگز مضافت به 20,000 جیب زیر کار است خب بسیار پروژه پیام صاحب سر موضوع اصلی همین پروژه و گپاخ ما و شما میشه گپ میزنیم سر موضوع سر مسئله سیاسی گپ بزنیم بیادر که نجیب اتونه بخت سر مردم میبینه کم بخت سر خود یک مطل داشتیم در افغانستان نجیب باز تکرار نشه که اگر ای طالبا به اوه ای طالبا فقط یک تعداد بسیار محدود مردم طرفدار باز فقط هم پروگرام خطاب صاحب زنگ بزن و بعد هم که غیرت آمدن که باز پروگرام خودت یا شالا پوپل یا سجدجان یا عبای صاحبی کسا زنگ بزنن یک داد مردم از اون کتلی جاهل طرفداری میکنه که اگر اونا پس روی صحنه میاین باور کن که سر نجیب که گفته بود که با سر این دوران من شما هزار بار شکر خواد کشیدین امور شکر به طور مثال شما فکر کنین که دمی پروگرام دمی تیمی که از طالبان طرفداری میکنه در پروگرام خطاب سب یا خانم یک پسان نامش پیدا که میگه نامش زکی است خود دی میگه که در پیش وزارت پلان آقای قیام راست میگه که طالبان زنها را قمچین میزنن اما وقتی که من پیش رفتم که طالب نبود از امو دوران پانتون خلقی و پرچمه و همسنفیه ما بود که در لباس طالب خوازده بود ریش مانده بود و لنگی میزد و زنها را رتکوب میکرد خب شما سعی کنید که مملکت است که یک توته جاهل کثیف قرار داشت که وزیر داخلی طالبا از این موضوع خبرم یا خانم خبر بوده اما وزیر داخلی طالبا از این موضوع خبر مارش برسانند این حالا اگر باز شما مملکت در دست همون که یک کتلی جاهل میتین دیگه از آدم از اینا چی گله کنه میره میخواد خدمت خدا خواهد چه بری بینداری مورد تشکر پیان صاحبی تو راست که علی شرایط افغانستان نه به دست ماست نه به دست شما است نه به دست افغان است. شرایط افغانستان امروز به دست جهان است، به دست امریکا زیاتر است. دولت هم نتانست. شما ببینید همین جنگ سالارا که در افغانستان است، همین شما گپای شبیش نوین هم محقق و سلاودین و پلانی و پلانی، اون هم به منافع افغانستان صادق نیستن. اگر اینا آدم های صادق می بودن، آدم های خوب می بودن، چرا طالب وجود آمدن؟ آمدن طالب، چرا علت عوامل آمدن طالب باید ما بسنجیم. طالب در 1900 بود یا 1990 بود به خلم علت چه بود که با وجود آمد همین تنظیمه همون کسایی که فیلند قدرت است اینا چور کدن چپاول کدن اینا هم مردم کشتن کابل و ایران کدن همون علت که طالب وجود آمد امروز اینی گپ است اینی گپ تکرار میشه شما امروز ببینید بین سیاسیون چه حال است حتی در یک تنظیم بین خود جور نمیه بخاطر منافعش اینا یکش از طالب بیتر نیست طالب بتر از اون است اینا بتر از طالب است کاش که ما یک آدمای خوب در مقابل طالب می داشتیم یک نظام خوب در مقابل طالب می داشتیم بس طالب در کلا کلا می زدیم متاسفانه در افغانستان کسایی که در قدرت است اونها یک صفت بهتر از طالب نداره و شما که یک 5-6 پروژه در پلانی جای جور شده یا ایتور شده ایره ولا که در مشاریت افغانستان کسی در کسی شون بسه مردم امروز امنیت می خواهی که دولت نتانسته امنیت وزیپای دولت افغانستان است نتانسته مردم امروز بس کشته امنیت می برده بله سلام علیکم مهربانی کنسه خطا او تکیه شاب مردوری انتظار ویسی خیلی تو گوره دادگر مریض دی
فوق دا قيام ريز دي بايدا مزدمرم سايسي شكار مام شتقاوي وكي شكار دوري كي پشتو مي دا غدا رسمو دا تخصدري دا اتماني ودا غسمو زوخي جي سياسات دا موزو سديري دا خبرو كنزل مكوى كاز صاب كاز كنزل مكوى خبري دي وكا مكش كنزل مكوى انتقادي وكا تشكر كاز صاب بس جوان ديوس تشكر كاز صاب تشكر لك قومي مسير نامه تركوي هرڅوک حق لري نظر ورکي منته په یو دوستانه فضا کې پښکن ټول شي نه جوړيږي منته کوست bale salam alaikum bale salam alaikum bale salam alaikum ته کې سر زمان کوي کوي ما صاحب خير از مهرباني سي جون دی وسه ګران اورورا تاسو ټول خبري خلاصې کړي دا انجل فهم خبریان سرپنرتی زی بخطرت سوی ملکت و سو بیرات نجور شوی الحمدلله دا الحمدلله دا 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 طالبانو پنافه دا گرد شکریان صاحب الهرم سلام و اکرامات و تواندی قومش از دامنای و خبره دا چه طالبان دا سیون درست دیزه دین انکار نکوم پا هر صورت دا خبره دا اوکم پا ارسال دا تاریخ پا ارسال دا امریکا و کالکا د بی کار کا د رک کار کا په امرونه دا کار کیږي او دا کار شیدون کوي دا نو دا چې څو خپه دي که خوشاله دي نو په یګم دا ځای یې ساتین چې اوس کیږي چې څو د هر څو تبلیغونه کوي د امریکا د واشنگټن اوس د لارې نه آیا د نورو میډیاونه چې دا ولسوالي ونیوه دا ولسوالي ونیوه دا دغه ټول زمینه سازي ده او په هغه زمان کې که چېرته پاکستان هم وغواړي چې طالبان امریکا ته هلته ځای ورکړي دا به د ده پنافه نه وي او د افغانستان د خلکو پنافه به وي چې افغانستان خلک به یو موټی کېږي او د طالبانو په شمول به دغه 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 ریلی گذاشته که ما در وقت جناب محترم نجیب علیه صلات و سلام که خداوند او را غریب نامج در تاریخ ثبت است که ایران هیچ کس انکار کردن نمیتانه مدر شریف درست است که همه اشتباهات خود کردن ما شما بگم این مجاهدی نشرار هر کل که هستن ولی امیل آیا اینه می خونده زیاده اون گفته امو شرایط پس ندهه اون شرایط بخاطر از این پس ندهه که در اون یکی اصلا از درون خود جنایتکارای چم که اصلا در اون یک کارمل سم داشت علومی سم داشت عظیمی سم داشت وکیل سم داشت که اونا بسیار جنایت کردن که اون پروسه صلح که دکتر صاحب نجیب خودش میخواد که کلیره برشان بده گفت نه هیچ قدرت نمیخواهیم خود از او به نسوان اعتراف نکنه که من افغان هستم افتخار میکنم که افغان باشم به خاطر از این که من دکتر نجیب یا افغان پیدا کردم من یادوانه کسی که من در طول زندگی پیدا کردم که منافع خود مقدم شمرد و او حاضر شد همین حاضر شد او رو بود این هر رامزاده گفته او را به دست ما بده و ما برای گفتم که آیا برای شما شرم بسی نبوده شما ملت شریف ما برای شما نیمیم که تمام کنگیزی ها میدانیم اگر نمیتوام از خلق و پرچم میدانیم اگر نمیتوام از زمانه نمیتوام اون مکجو گرمی بیل حق داریم ولی اصلا خونریزی های که مسئولش پرچم است ای از زمان آغاز شد که اونو با
تشكر قيام سيد مطر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. من يوكي معروف سيد محترم؟ جناب محترم وتكي سيد زبا لن في داغ مسائلو يو ان بوينتو كما داغ دريدي كي شو باكي ونسي دريدي كي بالي اول خو دادا شه داخلك شرازي شه واشنطن فوت تبلغاتي او فلان تبلیغات کی دا سما نه ده زه د افغانستان د مسایلو نه ډېر ښه خبرېږم او هلته دوستان دي دوی شل ولسوالي و پوستې ښودلې دي د اتیا نه زیات سقوط کړی ده اوتکي صاحب په بغلان کې په لغمان کې په قندوز کې په مزار کې په ننګرهار کې په فراه کې په نیمروز کې په فاریاب کې ما خوشنان په دا نیویارک ټایمز کې ولوستله دوی ویله ول تقریبا اته ویشتو پوستې په افغانستان کې سقوط کړی دي په لغمان په دروغ وایي دروغ وایي د اتیا نه زیات دي هغوی به شارګان د یو چا نه یو خبر اخلي او خلاص مونږ مستقیم په اړیکو کې یو ما سره خط شته ده که تاسو غواړئ زه بیا تاسو سره استم اتیا نه زیات پوستې او ولسوالیګانې طالبان دا چې امریکا د افغانستان نووزی جناب او تکی صاحب دا حتمی ده او نن نه پوهېږم تاسو دا نوی خبر واورېدی که نه چې د وزارت د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې مونږ د تنګ شوي وخت نه د افغانستان نه زر وځو دا ما وویله چې دانې وویله چې موږ ممکن د جولای در سلرم پوری افغانستان څخه ووزو عسکر بله درېمه مسله دا ده چې منتخب بیا راغی بیا بیرته شپږ سوه عسکر راولي به دغه ته به سفر د امریکا ته په کابل کښې راولي ګورې اوتکي صاحب تاسې به بولالي دي چې دوی طالبانو اعلان کړی ده چې که مونږ هلته راسو د ټولو سفارتونو مسؤلیت او امنیت زمونږ په غاړه کښې ده او دا هېڅ امکان نه لري چې طالبان د سفارتونو باندې حملې وکړي یا سفارتونه دي او دومره احمقه او دومره نادانه نه دي چې نړیوال پروتوکولونه په نظر کښې ونیسي دا خواسې خبرې دي مګر طالبانو که تاسو اورېدلی هغوی اعلامیه ورکړې وه چې مونږ د خارجي اتباعو نه د اشغالګرو هغه چې ډیپلوماتان دي او سفارتونه دي مونږ په پوره اطمینان سره د دې امنیت نیسو بله دا ده چې جناب اوتکي صاحب دا غني چې وایي شورای دولتي دا ډېر احمقانه خبره ده نه دا خو د ده طرحه نه ده دا خو کله چې د اشرف غني و د عبدالله در منځ سیاسي پرېکړه وسوله یو د سولې علي شورا باید جوړه سوې وای او د دولت علي شورا دا خپله د امریکا د پمپیو په مخکې دا فیصله سوې ده ده زما عرض دا ده چې دا خبرې تر اوسه پورې نه وې هغه کله چې حکمتیار یو وړاندیز وکړ او زما هم دغه وړاندیز یوه برخه د طرحې همدا وه چې چېرته دولتي شورا یې چې بېطرفه وي بېطرف په دې شورا رامنځته اوس خو نو ګره بېطرفه خو نهسه خو دا ګره په لاس کښې ګره دا پخواني خلک دي تاسو بېطرفه نه یاستئ نه موږ تاسو ته څوک موقع راکوي خو مشکل زما دغه چې په دا خو قتل رجال نه ده قتل رجال نه ده وبخئ په کښې ډېر خلک دي هغه حکمتیار هم دا ویلي وو او ما هم ډېر پخوا نه دا ویلي وو چې که چېرته د یو درویش په صفت ما وړاندیز چې یو دولتي شورا د رامنځته شي او هغه دولتي شورا د دغې حکومت ځای ده چې طالبان د هغوی سره د سولې پروسه په ارامۍ سره په متانت سره دارۍ سره مخکې بوځي او اوربند یې وکړي او غني دې استعفا ورکړي که یاد مې غني ویلي وو چې زه استعفا کوم اوس دغه د قدرت جزیرې چې تاسو مخکې وویلې دا پکي صاحب محترم ما به فارسي ووایم که چطور امکان داره که یک قوت که در جنگها چریکی شکست میده و باز چند تا والگر چند تا وطن فروش چند تا تجزیه طلب میاید باز در مقابل هیچ یک قوه قهریه که تا ولی یک قدرت و ناتو را شکست میده باز اینا بیاین مقاومت خوب و
دور میکنن. اینا را شما یاد داشته باشین که تا و این دفعه در پنشیر هم اینا را نمیمانن. تشکر معروف سای محترم. باشه بخاطر امید لغمان بشار جنگ شدید است که دولت شاه اولسواری است که کلی پنشیر است. زمانی که اولسواری دولت شاه را اینا قائم گرفته بتانن ایرا اطمینان برتان میتم که داخل پنشیر میشه. وی کسایی که مخالفت با طالب میکنن. ما طالب نیستم اوتا کیسه. ولی طالب خواهم بود. ولی با امامت طالب، با فداکاری طالب، با قربانی طالب، با عزم طالب، با دیسپلین طالب، بله. با ایمان. تشکر معروف سر محترم. با عدالت طالب. در نور دوستانم پلنکی گیرم. باید ما شما عرض بگذاریم که امی طالبا بود که اشغال ختم کرد و یه باور داشته باشین که اگر بیایه ای همه جنایت کارا از بین میره و یک حکومت مضبوط اسلامی توید افغانستان جور میشه. تشکر. با حقدار سپرده میشه. بله. این مسائل که نیش بانو علاقی یک دختره که این مسائل خوچه کرده مقابل امنیت. خب نظرات مختلف هست. معروف صاحب شما تو یک نظر داری که هم ثبوت یک نظر داره. ما همه گیره گوش کنیم دوستان گوش میکنه. تشکر از شما صاحب. حاضر هستم هر کس که میخواهد این بله. مسئله تشکر معروف صاحب محترم شده دوستان کنم برنامه تان اسپانسر کنه بیاییم. من دفاع نمی کنم. من بیمیم که اوتاکی سیب آینکا با چشمش هست آدم مقبول هست آدم خوب سخنوار هست. این شما توجیف نیست. من شما را تشریح می کنم. طالبای قویه هست که کل جهان بر از او تسلیم شده و کل جهان او را خواسته. این را برتان اتنان می تم که دور هست. معروف صاحب خبر اینو بیخی دیدی جی در دوستان جی. تشکر. زنده باشین. وقت زیاد دادم خیر برتر چی. خو اگر کسی سپانسر میشه موضوعات داغ است. نمره سپانسری ماست 510-396-91-12. دا خبری جی معروف صاحب ولی داغ تشوشونه چی در کابل همی خود حکومت خلق میکنه که اینه طالب میایه و اینه کابل سکوت میکنه و اینه کابلی تر میشه یا امریکایی تبلیغات میکنه که ما بخاطر جلوگیری از سکوت کابل 600 اسکر روان میکنم. این به نظر ما چی که این به روحیه مردم بسیار بد تاثیر میکنه. بله سلام علیکم مهربانی کنید سر. سلام اوتاکی سر محترم. و علیکم سلام مهربانی. اوتاکی سر کفوی پیان سر مارو سر محترم امی کیوان سر کشول گپ میزنه. خیر بیادر هر کس گپ خود بزنین. خیر است گپ تلفنش کمی جر بود بله دا وایل خوب بود پسندت جر شد. مهربانی کنید سگ وقت زای میشه. گپ دیس که ان قویش ما جواب شما پرسا میکنم که قوی شوروی در افغانستان جا بود یا قوی امریکا. خب قوی امریکا کم بود آیا ام شوروی دمو کلا قوی که داشت نتونست امنیت تامین کنه مجاهد ما جایدش نتونست امی طالب با امی نام بدنام رسوایی که کمایی کده امی میتونه سر تا سر افغانستان تسلط پیدا کنه یک آرامی بار بیا اگر میده جناب شما معلومات بله ما فکر میکنم که هر لحظه ما به یک جنگ دیگر روبرو میشیم. اگر طالب قدرت میگیره این مقاومت در مقابلش وجود میه مثل که علی در مقابل حکومت طالبان میکنه. طالبان نمیتونه که با از روی جنگ اگر قدرت هم بگیره ولی موفق شده نمیشن. اینا ضرورت داره که به جهان اینا را به رسمیت بشناسه. اینا ضرورت داره که همه مردم از اونا خوش باشه. ما با گپ شما موافق هستم که امکان نداره که با آمدن طالب در افغانستان آرامی بیه. افغانستان آرام شوه جنگا زیادتر شدت پیدا میکنه. همه امروز شما دیدین که در شمال سه بیرق یعنی سه کشور تقسیم شده بوجود آمده. یک کشوری به نام که در ایس دوستم است بیرق یک سه رنگ بلند کده به نام ترکستان. یک بیرق هم در پنشیر بچه اما شما سود به نام خراسان. اون یکی هم شنیدم امروز میگه در بامیان برادرای ازاره ما بلند کده به نام ازارستان. این شمال با سه سال تقسیم کده. این میتون مشکلات هست در افغانستان و اینا بس همه گید مقابل طالب می جنگ مقاومت میکنه یا مقاومت میمانین شن یا جنگ میمانین. این مسائل وجود می یکی نه بین خود با چطور جور می ایم یک گپ است. چطور با زتاوانور با دوستم جور می ایم. امروز ما گپای اتاوانور شنیدم گفت اگر طالبان در افغانستان داخل کابل میشه افغانستان میگیره ما هیچ وقت تحت بیرق ترکستان به منظور رشید دوستم است بو یک جای نمیشن در مقابل طالب جنگ کنم. هیچ وقت امرای بچه یا مشا مسعود که به نام خراسان یک بیرق بلند کده هیچ وقت بو یک جای نمیشم. تمام نور میگه ما تحت بیرق
جمعیت اسلامی در مقابل طالبان جمع میکنم. این باز یک کشور دیگه اینی میتونه مسائل در شمال وجود داره. بله سلام علیکم مهربانی کن سب. بله سلام علیکم. اینی میتونه گپا هم است دیگه. اینی مشکلاتی مرا زیادتر میشه. زیادتر میشه. و مشکل در داخل هم است. اگر یک طالب یک طرف طالب است دیگه طرف اینی سیاسی و حکومت و گپا این ما سبتای صلاح الدین ربانی را شنیدم اونا هم سری حکومت وحدت ملی انتقاد کرد هم سری اشرف غنی پیلی انتقاد کرد دالی که وزیر خارجه بود و رئیس شورای صلح بود و این مجاهد بود و نه در جهاد داخل بود و نه کدام شخصیت سیاسی و عمیده است از برکت نام پدر خود به صفت وزیر خارجه بود تقریبا 5 سال در افغانستان دامو حکومت وحدت ملی امروز علیه حکومت وحدت ملی انتقاد میکنه امروز علیه اشرف غنی انتقاد میکنه و میگه هر کاری که تحت رهبری اشرف غنی در افغانستان میشه ما او را نمیکنم این خود دولت زوال میکنه دولت چند پارچه میسازه این مسئله وقت دکتر نجیب میه بله سلام علیکم مهربانی کنید جناب وطن شما یک تفا آمدین آقای نوری اگر پدرام است اگر بچه مسعود است دوستم است و حکمتیار است معتق است همه با وطن علاقه ندارن بیرقای از اینا مورد پسند و قبول مردم نمی باشه ما زیر یک بیرق زیر یک لوا ما زندگی میکنیم ما وعده فرانکورده که مردم افغانستان میخواهیم این نظر ما سر خواهیم و هر وطن فروشی که به اسلام میخواهیم طب قرار وطن و خائن ترین در تاریخ معصوم خواهد شد با عرض احترام بالکل هم ترسته بله سلام علیکم یک دفعه باش سلام بله سلام علیکم و علیکم سلام مینا جان شما مهربانی کن سلام آقای روزه کی خدمت شما و خدمت همه بیننده عزیزم وطنان گرامی ما من خواستم که در برنامه شما اشتراک کنم و با تایید صحبت های شما و بعض از دوستان عزیز که زنگ میزنن افغانستان علنا کتیه شده آقای هوتکی چه شده سید؟ اما علنا کتیه شده تجربه شده بله 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 شوخی نیست اما یک چیزی که در اینجا اول برانگیز است و ایست که وقتی که اعلان تجربه میکنن ایران و حکومت خود میکنن برای چی باز به دولت مرکزی اینا سهم داشته باشند بلی. دولت مرکزی هر تعداد شهر و ولایتی که هست چرا باید کوشش کنند که هم در مذاکرات با طالبان اینا شرکت کنند در اکثر کشورهای جهان آقای اوتکی من کوتاه صحبت میکرم برای چون وقتتان کم است در اکثر کشورهای جهان وقتی که داخل یک مملکت افراد دست به شروع میکنن تا آغاز تجیر شروع میکنن اونا دستگیر میشن مجازات میشن زندان میشن حتی اعدام میشن اما اینا علنا همگی اعلان میکنن و در افغانستان کسی نیست که جلابشان بگیره خب به هر صورت اعلان کردن اما چی ارتباط به دولت مرکزی دیگه دارن باید خودشان حکومت های خود پیش ببرن دیگه اگه میتانن قدرت چه دارن اما این رو بیاد داشته باشید که بدترین جنگ ها بینمی حزب وحدت و حزب جمعیت شورای نظار و دوستم ما خدای نخواسته در این دین از دی خواهیم دید بلکل. روز شما بخیر تشکر موفق باشید مینا جان بسیار خوب تشکر از شما مینا جان کرباسی همیشه تحلیل های شما خوب است تحلیل خوب کردیم امی علی در افغانستان میگه که باید چی میگه یک فدرالیزم جور شو امی علی افغانستان فدرالیست امی علی افغانستان به شکل غیر مستقیم تجزیه است ما در شمال علی چهار کشور وجود آمده و به گفته شما اینا هر یکی باید اعدام شوه از بین برده شوه که اینا در وجود یک افغانستان واحد در وجود یک بیرغ سیرنگ سیاه و سرخ و سبز بیرغ کشورهای بیگانه را بلند میکنه یکی به نام ترکستان که درش دوستم در راستش قرار میگیره یکی هم به نام خراسان که بچه همش هم سود و بچه پدرام یک جای شده یک وحدت کرده و دیگه هم به نام آذربایجان که برادرای آذری ما هستند یعنی ما سه کشور در شمال جور میکنه و اینا بین خود ایتو جنگ بکنه یک دیگر بکشه که به اندازه در وقتای سابق نبوده باشه بخاطر که هر کس مزار حق دوستم میگه از ماست اتامنور میگه از ماست و دیگه چیست محقق میگه از ماست از ما گفتارش معلوم میشه ما گفتارای زداره میشتم بله سلام علیکم مربانی کنسیم سلام علیکم
محترم آقای اوتکی، سلام احترام خدمت شما و هموطنان عزیز میرسانم. مریم سر. مریم جان بخیر آمدید، مهربانی کنید، بسیار خوشم. آقای اوتکی، برای تمام افغانان ثابت شده عذابی که از راست چپ نمی 40 سال تشریف آوردن در افغانستان و اعمال از یا هیچگاه با اتفاق نمی باشن و هیچ امکان نداره که یکی دیگه خدا اینا بپذیرد. و سرمایه گذاری که امریکا در 70 سال در افغانستان کرد به خاطر از امی بود که اینا را اینمو تو به اتفاق بسازن، اینا را به هم بندازن، امی طالب شما همونطور یک هست و بعد از او خودش هم پلانای خود عملی کنه که این طالب آورد و عملی ها میشه ببینین به اتفاقی ها را. من تأسف میکنم و مردم به کسایی که در حد وجود ندارن که اینا چطور انوز هم غافل هستن و پشتیبانی از این کسایی میکنن که باز هم اینا دست به ماشه میزنن و میگن ما از مناطق خود دفاع میکنن. بله متاسفانه. هیچ کدام از دیاره نمیگذارن که یا به آرزوهای خود برسن. ما یک مثال داریم که میگن ای کشته چرا کشتی تا کشته شدی زار. تمام از اینا را امریکا یکی سر دیگه شان میکشه. بالاخره همون کسی را که خود امریکا میخواید افغانستان میاره و با جان ما مردم افغان تولادای جوان خود از دست میتیم و وطن خود از لعنت به اینا که ایت انسان نمیشه. بله، بله. زنده باشین. این مشکلی امده ایم هسته که هر کس به حسابی همی منافع خود است و کش که اینا با اقوام خود یک خدمت کده باشه، علی همی محقق و یا سروردانیش و یا دیگه خلیلی کدام با کدام فامیل ازاره اینا خدمت کده کمک کده. بیچاره زندگی مردم ازاره ببینین با حملت علاج سابقه هسته یا ای دیگه رهبره که شما ببینین. بله سلام علیکم، مهربانی کنید. بله سلام علیکم. بله این می مشکل است. بله سلام علیکم. مشکل اونده افغانستان که من ببینم امی فاصله بین ملت و حکومت است. ملت امروز از حکومت بسیار فاصله گرفته. دولت ها و حکومت هایی که ریشه و اساس مردمی و سر ملت سر منافع ملی استوار نباشه اونا هیچ وقت کامیاب شده نمیتونه. متاسفانه کسایی که در رهبری حکومت هسته یا سیاسیون هسته اونا همه گی در کسای جیب خود است، در کسای پامیل خود است. اما ولی اکثرش پامیلای خود به خارج روان کده و همی شعار میته که احتمالی چی سکوت احتمالی کابل خودش یک شعاری بسیار غلط است، سر روحه مردم بسیار تاثیر بد میکنه. ما امروز از آمانور ما این گپ میشنوم، از محقق ما این گپ میشنوم، از صلاح الدین ربانی عین گپ میشنوم که کابل سقوط میکنه و سقوط احتمالی کابل. بله سلام علیکم. تلفن کارت ورد. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. هر کس که هستی بسیار یک تمثیل خوب میکنی، ولی یک هنرمندی بسیار خوب است. نام خدا. بله سلام علیکم، مهربانی کنین صاحب. خب شیخ خنده مرا دادین. محترم تکی سلام و احترام و خدمت شما بینیدان میرسانم. و علیکم انجینیر صاحب بخیر آمدین، مهربانی کنین صاحب. خور زنده باشین. عرض شما خدمت شما امی جنایت را که خلیزاد انجام داد دونالد ترامپ به خاطر انتخابات دونالد ترامپ، خواهشات طالب آنقدر بالا بود که طالب در فکر ازی بود که ما موفق شدیم در راست قدرت قرار میگیریم، در حالی که یک فکر غلط بود. از زمانی که به قدرت رسید شرایط با امروز فرق میکنه. زمانی که طالب به قدرت رسید حکومت مرکزی ضعیف بود، حکومت تنها در موطئ هر قرار داشت. در شهر کابل چند حکومت بود، در کوتی سنگی یک حکومت که مردم هزاره بود، در چهارراسی های اسلامی، در کارتینو دوستم، در هر حکومت ربانی. رپیجان علی عین گپ علی شروع شده. شما میگین که در شمال به سه حصه تقسیم شده افغانستان. من میخوام تفصیل را به خدمت شما بر برم. اما امروز دولت قوی شده. یک چیز رو برد بگویم، دولت قوی شده. 350,000 ما نظامی داریم. رفی جان در کجا قوی است؟ رفی جان اشرف غنی نتانیست که اکوالی را مقرر کنه در فاریاب. هیچ تو تا قوی است؟
اوله که غرض نمیگیره به خاطر از این غرض نمیگیره که من خودم و امی دوستم هم از دولت حمایت میکنه. خود دوستم امروز میگه مرا بگذار برای من سلام خدا خدا منافی دوستم در طالبان شو طرف طالبان میاد واسه این مردم اینطور اعتبار نکو دیگه. او بخاطر یک چیز عرض کنم که امی با آمدن جو بایدن امی جو بایدن که آمد امی طالب اصلا میخواست که صلح کنه امی جو بایدن که امی ایران صلح کرد امی بعد از طالب از صلح دوها هم رد کرد سال ماسکو هم رد کرد سال استانبول هم رد کرد. طالبان میخواهد که از روی از طریق زور به قدرت برسند اما در شرایط امروز فرق میکنه به خاطر از اینکه در زمانی که طالب در شهر کابل 200,000 نفر بود اما امروز در شهر کابل 7 میلیون انسان است. وقتی که طالب به قدرت رسید ما در زمان یک دانه محاسب نداشتیم اما امروز از اضافه از 2 میلیون ما لسانس و ماستر و دکترا داریم. طالب زد تکنولوژی خدا رفیق جان بر برسانم که مردم درست است که امروز ایران پاکستان امریکا میخواد کنه دوام جنگ هم میخواه اما مردم افغانستان به هیچ وجه طالب قبول نمیکنه که جنگ دوام میکنه که نظر جناب شما رو میخواه. ما همین گپ شما رو تایید میکنم که جنگ دوام پیدا میکنه ولی ای که ما میلیون نفر در کابل داریم تحصیل کرده و بیچاره خود جنگ نمیکنه. اونا خود مردم در مصرف هسته جنگ خود همی چند نفر میکنه که طالب هست و جگه طرح بشم اما همی اسکره بیچاره که معاش میخوره معنی $300 اونا مجبور است که دفاع بکنه تا که معاش برسه ولی اگر امریکا معاش های زیرون بند بکنه و معاش امنته و کمکه خود بند کنه خود بس خود به خود دولت سکوت میکنه. افغانستان در یک حالت قرار داره که متکی بر اقتصاد خود نیست متکی بر کمک های خارج است. وقتی که امریکا از افغانستان میبره او خنا تبلیغ میکنه که ما کمک میکنیم ایتول میکنیم ولی به اندازه که الی کمک میکنه بعضو وقت نمیکنه. وقتی کمک های نظامی چه مادی و اقتصادی و نظامی از افغانستان بند شد بعضو حکومت چه قدمی تنه در صورتی که نمیتور جنگ سالارا ایتور ادمای خائن که پیلن در حکومت است خارج از حکومت است در شمال حکومت های محلی را اعلان کده ای خود به خود افغانستان سقوط میته. هیچ به طالب ضرورت نیست به طالب را آوار میکنه و شما اگر دوستم بنامی جمهوریت ولی که جمهوریت بفهمید که جمهوریت چیست و اکثر کسایی که ما در طرف جمهوریت هستیم جمهوریت دفاع میکنیم بنامی جمهوریت ولی که تعریف جمهوریت نمیفهمیم که جمهوریت چه خوبی ها داره. امی جمهوریت معنی از این نیست که تو یک والی را قبول نداری خیر است به هر قوم و قبیله که باشه. وقتی که تو را مارشال میسازه قبول داری وقتی دختری تو را بنامی سناتور انتصابی تعیین میکنه و را قبول داری فرمانی اشرف غنی را وقتی که یک والی را از یک ولایت دیگه به شما میبرسه او را قبول نداری وقتی تو یک امری بس چطور میتونی که در کلگی منفعت های شخصی است میخوای از حکومت منافع بگیره معاش از دولت میگیره پول از دولت میگیره امتیاز از دولت میگیره بس پس مقابل دولت قجاله میکنه. این خودش یک چیز نیست مشکل است که در مقابل طالب یک دولت ضعیف اشخاص ضعیف اشخاص خائن اشخاص منفعت جو قرار داره. اگر در مقابل طالب یک دولت ملی یک دولتی که متکی به منافع ملی قرار می داشت پس همه مردم در پالوی دولت استاد می شد. اما امروز همه مردم از دولت وقتی که ما دولت میگم منظور اشرف غنی نیست وقتی دولت میگم منظور مازم دو سه نفر نیست اما تمام کسایی که از دولت استفاده میکنه از دولت بهره برداری میکنه و بر ضد دولت توطئه میکنه بلا روز برسه که نصفی که طالب یک جای میشه اونا پشت از این میگرده که چه وقت ما میتاییم که زندگی خود پیش ببریم. بله سلام علیکم مهربانی کنی سب بله سلام علیکم مهربانی کنی سب بله اینجا دوستی از زمین خبر ترچیم سریع دوستم مستم بسیار زیاد باور نکنین اینا بسیار زیاد سابقه شما میپامیم گذشته شما میدانیم اینا مردم های ملی نیستن اینا بر ملت کار نمی کنن و آمدن طالب به شکل جنگ هیچ وقت قابل تایید ما نیست هیچ وقت به افغانستان آرام نمیشه. خوبتر همیست که همی مسائل از طریق سوله پیش برن در افغانستان یک سوله دائمی برقرار شو طالب و حکومت و امریکا و کشورهای همسایه بشنه یک رئیس انتخاب کنه. بله سلام علیکم این رزیل باز پیدا شده ماشی میکی هسته و با ارتر جیب ارکس که هسته اخلال میکنن لیلان بان میپرته اینی میتون مشکلات هسته
اتن چی بگوی؟ گپا بسیار است. دلای همه گیما پر است. از وضع فعلی افغانستان. ای وضع فعلی افغانستان نه بنا پی طالب است، نه بنا پی حکومت است، نه بنا پی مردم است. در افغانستان باید یک تغییر به وجود بیاید، یک تغییر مثبت. یک حکومت ملی متکی به منافع ملی افغانستان. اینی می کسایی که امروز بنامی شورای عالی دولت میخواه حکومت بگیره هم اینا کسایی خوب نیستن. بله سلام علیکم، مهربانی کنید صاحب. بله جناب متکی صاحب سلام علیکم. و علیکم ریحا صاحب، مهربانی کنید صاحب. چطور هستین؟ خوب هستین صاحب؟ مهربانی خداوند بزرگ است. بله تشکر، مهربانی میکنین. پروگرام شما بسیار جالب است. خواهش میکنم. هفته گذاشتم بسیار جالب بود، میمان که آورده بوده گرچه حرفایشان زد و نقیز بود، ولی چون دوست شماست متبتر نمیکنم. مسئله دوستی نیست برادر، مسئله افغانستان است. اگر ما بخاطر از اینکه و دوستم باترچیم ولی فعلا ما شما میگیم سر که ما حالت افغانستان قابل پیشبینی نیست. پیشبینی هست چرا نیست؟ تمام افزارش آماده شده، قدی عالم ها صورت میگیره سر در شمال افغانستان، در جنوب افغانستان طالب ها سر قدی عالم کردن و اینا سر بیرق یعنی عملا تجزیه افغانستان بالا کردن، ولی که ما میگیم که افغانستان تجزیه نمیشه، چه زور داریم، چه قدرت داریم، اما این نیروی که ما بکار میندازیم که افغانستان تجزیه نشه از دست از این جنگ سالارات نجات پیدا کنه چی هست؟ اما او را برای ما بگوین، باز ما قناعت میکنم دقیقی از اینکه او را ایران نکنیم سر بگفت برای ما بگوین. خب متاسفانه که شما در آخری برنامه آمدین، اگر وقت می آمدین سر از بحث می کردیم. خوب بحث است. بله ولی می دانم که عملا ما و شما در شرایطی بودی که زار ویره و خارجه بخصوصا پاکستان امریکا آمده کدن ایره و این میره تا رزکش داده در قطر جای داده و بزور امریکا است. بله. دور خود طالب نیست. بله بله. جنگی که میبرن و برنده میشن، توازن قوا در مملکت موجود است، این بزور امریکا است، بزور پاکستان است، این بزور خود طالب نیست. و اگر طالب بزور افغانستان بگیرن، این